همون موقع از طرف یکی از افرادی خود سازمان که دستن در کار هم این سریال بودن هم خیلی از سریال های دیگه، اسم بگم شما هم کاملا میشناسینشون، با من تماس گرفتن گفتن که فلانی، بازم اسم نمیبرن، تماس گرفتن گفتن آقا به تبریزی سلام برسونی بگین آقا این اتفاقاتی که داره میفته ما اصلا کاری ربطی به آقای تبریزی نداره، اینا همه این اتفاقات به خاطر حضور آقای زرقامیه، ما از آقای زرقامی دلگیریم، این کارا رو کرده، این کارا رو کرده، قبلا تو سازمان اینجوری کرده، اینجوری کرده، این توهینا رو کرده، اینطوری کرده، اینطوری کرده، ما هم تصمیم گرفتیم که حالا به هر بهانه‌ای تصمیم گرفتیم که این در واقع همچین رفتاری داشته باشه. یعنی میخوام بگم که خود برای من غیر قابل قبوله. خب ولی شده دیگه، یعنی عملا این اتفاق افتاد دیگه. جمله میخوام که ما بهانمون به صدا باشه. میخوام بگم که وجه غالبش سیاسی بوده. یعنی در واقع اون چه که به عنوان مثلا یه ایراد توی سریال مطرح بشه و بعد به این عنوان اینقدر در واقع مسئله پیدا بکنه، ابعاد وسیع پیدا کنه، چون میدونیم مرکز صدا و سیما رو آتیش زدن دیگه توی در واقع یکی از شهرها. بله. میخوام بگم که حتی در دسفول پمپ بنزین آتیش زدن. دسفول یکی از شهرهای خاص بود بعد از درسته انقلاب. میخوام بگم که این جنبش یعنی یه ذره جنبه یه ذره نه اعظمش جنبه سیاسی ماجرا بوده، یعنی اون اختلافات سیاسی که متاسفانه وجود داره، و یه بخش خیلی جزئیش، یعنی اون بخشی که چیز بوده بهانه ای بوده برای اینکه در واقع این کبریت شده بر بره. من میخوام این نتیجه رو بگیرم که واقعا اگه حتی ممکن بود ما اون کارم میکردیم باز یه بهانه بهانه نبود. آره دیگه ممکن بود بهانه نباشه، بهانه وجود نداشت. آره حتما به وجود نمی اومد. دانش من معتقدم حتما میتونیم قبول کنیم که اینجوری اشتباه میشد ازش پرهیز کرد، عبور کرد. یعنی نه اجازه نداد که این بهانه به وجود بیاد. وقتی که بستر نباشه برای بهانه، نمیگم بهانه جویی، برای بعضی از رخدادها، بعضی از اعتراضات و چند تا نقطه، خب چرا باید افراد چیز بکنن؟ میتونه نشه دیگه اعتراض بکنن.